شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین غربی هستیم. آقای مهندس نورالدین غربی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو. سلام و درود بسیار من پیشکش شما و شنوندگان خوب شما، خوشحالم که در برنامه‌تون هستم. ما هم خوشحالیم که با شما هستیم. آقای غربی، در سالروزهای پیروزی انقلاب پرشکوه ملت ایران بر علیه استبداد و وابستگی و فساد رژیم شاهی کودتاچی همراه با بیگانگان انگلیس و آمریکا بر علیه دولت ملی دموکراتی مثل دکتر محمد مصدق هستیم. می‌خواستم بفرمایید که آیا این انقلاب اجتناب ناپذیر بود و چگونه شد که این انقلابی به اون زیبایی که پیروزی گل بر گلولش مینامیدند و نامیدند، با اون همه عظمت و با اون همه رفتار و کردار بسیار با فرهنگ ایرانی، به این چنین دوزخ و سیاهچالی که امروز درش قرار گرفتیم رسید و تبدیل شد؟ بعدم در کنارش هم بپردازیم به مسائل و رویدادهای امروز جهان در رابطه با ایران. بله، بسیار خوب، سوال خیلی مهمی است و میتونه که بسیار با دقت بهش پرداخت. آیا انقلاب اجتناب ناپذیر بود و یا اجتناب پذیر بود؟ من در اول خیلی ساده جواب بیدم که بله، اجتناب پذیر بود، ولی با شرایطی که در اون روزگار به ویژه از 28 مرداد 32 تا 57 ایران گذراند، نتیجه طبیعی دینامیسم اجتماعی و مبتنی بر تلاقی مناسبات اجتماعی سیاسی ایران، این جز انقلاب چیز دیگه‌ای نمی‌شد. بله. نه، اگر به مقدار اگر هست، میگن که اگر استخاره امام جمعه تهران که محمد علی شاه ازش خواسته بود بکنه که خوب اومد، بد اومده بود، شاید مجلس رو به توپ نمی‌بست. ولی به هر حال اگرهایی داریم. اگر شاه این کارها بود که اگر نمی‌کرد و یا خیلی کارها بود که اگر می‌کرد، بیگمان می‌تونستیم مطمئن باشیم که انقلاب نمی‌شد و ایران مسیر رفرم رو طی می‌کرد و با گام‌های آهسته یا تند می‌تونست خودش رو همپای تحولات جهانی بکنه. به ویژه این که بدون این که این حرف من ریشه غرور ملی داشته باشه، بنابه هزارها اظهار نظر دیگران در رابطه با ایران، پتانسیل هایی که ایران داره، سابقه تاریخی که ایران داره، ویژگی به ایران میده که با بسیاری از کشورهای منطقه متفاوته و از چنین کشوری میتونستیم انتظار داشته باشیم که در یک پروسه بسیار متعالی بتونه عقب ماندگی های گذشته رو پشت سر بذاره و همپای کشورهای در حال رشد و رشد یافت حرکت بکنه. بله. من اقرار نمی کنم، همین حالا میتونم بگم که ایران تمام پتانسیل های بالقوه تبدیل شدن به یک کشور سیزده‌تر رو داره. یعنی هیچ چیز از این ویژگی ها کسری نداره. علت این که امروز همچنان در ردیف کشورهای در حال رشد اسمش برده میشه و همچنان به لحاظ حقوق بشر و آزادی دموکراسی که از کشورهای ارتجاعی جهان تلقی میشه، اون
شانسی های ایران نیست، بلکه اون بلایست که نصیب ایران شده. بله. حالا بردم به خود انقلاب. بحثای زیادی میشه. من معمولا در سالهای گذشتن گفتم که اگر شاه به جای این که در آبان ماه 57 پشت تلویزیون بیاد و بگه که ملت من صدای انقلاب شما رو شنیدم، اگر دو سال پیش اون صدا رو شنیده بود، شرایط امروز ایران یه چیز دیگه بود. اگر به جای این که حزب رستاخیز بسازه، طرفداران شاه و یا اونایی که دختر خانم هایی که دلشون برای اون تیرن 15 متری فرح تنگه و جوان هایی که برای مینی جوب های دوران شاه دلتنگی میکنن، شاید اونا خیلی متوجه نشن، ولی اونایی که واقعا عمیق به مسئله ایران نگاه میکنن میتونن از خودشون بپرسن که چگونه ممکنه در اون سال، در سال 56، یک سال 55 به سال و نیم، دو سال به انقلاب مونده، در حالی که کشورهای مختلف جهان با سرعت دارن به جلو نگاه میکنن و به جلو میرن، شاه بیاد به عنوان حاکم مطلق الانان یه چیزی نه چندان متفاوت از پادشاه سعودی، یا تصمیم بگیره که اون دوتا حزب فرمایشی، حزب ایران نوین و مردم رو رها کنه و یک حزب واحد بسازه به نام حزب رستاخیز، و خطاب ایرانی ها بگه که همه باید عضو بشن، اگر کسی نمیخواد بشه پاسپورتشو میدون دستش بره. اون یه واقعیته، هیچ کس نمیتونه نمونکر بشه. ما همین الان معنی سیستم های ترکیزی رو میفهمیم، ما الان کره شمالی رو میشناسیم، ما الان عربستان رو میشناسیم، ما ویتنام رو میبینیم. ما الان از این جنوب آمریکای لاتین تونسته از خاکسترهای دهه 80 الماس بشه بیاد بیرون و سیستم چند حزبی برقرار بکنه، همه شادیم و لذت میبریم. چگونه ممکنه کشوری که سابقه انقلاب مشروطیت رو داره، کشوری که سابقه مبارزات پیگیر برای دموکراسی داره، کشوری که تجربه طلایی حکومت دکتر مصدق رو داره که به اظهار تمام کارشناسان غربی به ویژه در آمریکا کتاب‌های بسیار نوشته شده، همچنان در هر تحلیل درباره‌اش صحبت میشه، حتی کسان مثل کیسینجر یا بریژنسکی وقتی در این باره ها صحبت میشه میگه بله ما حکومت تنها دولت از مردم برخواسته دموکرات ایران رو سرنگون کردیم. و ملتی که این تجربه رو داره به این ملت نمیاد که از سیستم حتی دو حزبی نمایشی فرمایشی قلابی به یک سیستم تک حزبی برسه که در اونجا قرار بشه یه کاری شبیه کار کتاب سرخ ماو در ایران اجرا بشه که همه انقلاب منشور، انقلاب ششم بهمن شاه رو بخونن، از بر بکنن و همه هم عضو حزب رستاخیز بشن، و اگرم کسی نمیخواد از ایران بره بیرون. از همین جزئیات، چندان جزئیات نگفتم، همین مثال که گفتم نشون میده این چه ضربه خود کننده میتونست بر پیکر تحولات اجتماعی سیاسی ایران وارد بکنه که کرد. بله. اگر همون موقع به جای حزب ساختن، با توجه به اینکه هشدارها بهش داده شده بود، خیلی جالبه اگر کسانی که خاطرات رسول علم رو خوندن حتما یادشون هست که این کسی که افتخار میکرد که غلام خانزاد و کابوس شاهه، این محرمترین آدم نزدیکی به اون که یه دور هم نخست وزیر بوده، وزیر دربارش بود، چندین بار بنا به خاطراتش میگه قربان اوضاع اشکال داره ها، تحولاتی در لایه های درونی جامعه دیده میشه ها، نارضایی بالاست ها. ولی اون به قول خودش تنها وقتی که با هلیکوپتر از در بالای تهران پرواز کرد، فریاد مرگ بر شاه رو که با آسمان میرفت شنید، میگن تا
تعجب کرد بود که ای داد مگه مردم منو دوست ندارن چرا اکبر شاه با این هشدارهایی که بهش داده بودن بیگمان اگر همون موقع حتی نه کار بسیار انقلابی و دموکراتیک کار جمعین شاه جوان اردن به صورت نیمه نصف نیمه داره انجام میده اگر انجام میداد اجازه میداد میگفت که حالا کنار این احزاب فرمایشی چند حزب دیگه هم بیاد وسط واسه جبهه ملی رو رها بکنیم دیگه از ممنوع بودن بیاد بیرون یا کاری که پادشاه مراکش کرد کاری که بله خیلی دستش درد نکنه خودش پیش قدم شد در تحولات اجتماعی تازه یه مرد جوانیست تجربیاتش از شاه خیلی کمتر بوده ولی اگر چنین کاری میکرد اجازه میداد که مردم آزادانه در انتخابات شرکت بکنن بیگمان میتونستیم انتظار داشته باشیم که در ایران انقلاب نمیشد به نظر من هسته اصلی انقلاب 22 بهمن در کودتای 28 مرداد کاشته شد دقیقاً از اون زمان به بعد ایران همیشه در آستانه جداتر شدن از رژیم سلطنتی بوده و دور شدن از محمد رضا پهلوی بوده به خصوص که هر زمان که هرچی زمان به جلو میرفت استبداد و خودکامگیش مخصوصا این کلمه خودکامگی رو اصرار دارم شاید جوانای امروز ندونن معنی واقعی این کلمه رو تشخیص ندن خودکامگی به مفهوم این که تمام نیروهای کشور آخر در خط همه به ایشون منتهی میشه شما خاطرات عبدالمجید مجیدی رو بخونید که رئیس سازمان برنامه بود که هنوزم وفادار به شاهه میگه ما بودجه رو می نوشتیم سازمان برنامه با اون افزایش ناگهانی درآمد نفت برای کارشناس مشخصه که پول زیاد صرفا دلیل بر خوشبختی نیست باید راه هزینه کردنش رو بدون که تورم زایی باشه باید بررسی بکنه میگه ما برنامه ریزی می کردیم بودجه بندی می کردیم من می بردم خدمت اعلیحضرت ایشون میگرد یا همون موقع یا چند روز دیگه میدیدم که خط کشیدی گفته این نه اینم نه اینم نه باید این کار بکنید بعد در رابطه همون انقلاب به اصطلاح سفید شاه میگه که رفته بودم ایشون رامسر بودن رفته بودم شرفیاب شده بودن وقتی اون تو بودن من موقع خدافزی صدا کرد گفت راستی من یه مادن به انقلاب اضافه کردم اونم سهم کردن کارگران در سود کارخانه الان خبرنگارا بیرون که منتظرن برو اونجا بگو که ما بخواهیم میگه من دهنم باز مونده بود هیچ روح هم خبردار نبود شما فکر کنید الان یه کمپانی معمولی نه یه کشور تصمیم بگیره که سود سهامش رو بین کارکنان اون کمپانی تقسیم بکنه چقدر کار میبره چقدر کارشناس میذاره بررسی میکنن چگونه این کار رو بکنن وزیر مشخصا مربوطه که به این کار روحش خبردار نیست شاه تصمیم میگیره و خیلی راحت درست مثل این که میگه تصمیم گرفتیم حالا یه پیشقضا هم به این مهمونی که داریم اضافه بکنیم با آقای وزیر میگه که راستی یه ماده هم به انقلابم اضافه کردم اونایی که این روزا البته خیلی کم هم مال کولیایی هایی که از برابر نهاد میکنن به اصطلاح انقلاب سفید شاه رو با 22 بهمن اونها باید حواسشون به این نکات جمع باشه که چگونه بود این ماده های یه دفعه شد 4 تا 5 تا 6 تا بعدن هم تا 19 تا این به این مفهوم نبود که گروه بزرگی از اندیشمندان نشسته بودن کار کرده بودن نه خب این خودکامگی شاه به طور باور نکردنی هر روز رو به افزایش میاد بله. نه تنها ایشون فرمانده کل قوا بود بلکه مجلس دقیقا همینطور که پدرش اونجا رو تبیید نامیده بود به همون شکل در اختیار ایشون بود و هر کسی که لازم بود رو تعیین میکرد لازم هم نبود که کسی که از شهری انتخاب میشه اونجا باشه اصلا اونجا رو دیده باشه